حال و روز اینا رو ببین. مثل بچه گربه گردنشون رو کچ کردن مظلومانه وایستادن. داداش آزاد نمیره چون اون نمیره. چرا نمیره؟ ملکه بگو بره. برای چی بره؟ دوستت داره، خیلی هم دوستت داره، برای همینه نمیره. اونم چه دوست داشتنی، همچین دوست داشتنی بخوره تو سرش. میگی بخوره تو سرش، ولی دیشب از ترس اینکه چیزیت بشه داشت دیوونه میشد. عزیزم، خواهرم، از نگاه کردن بهت سیر نمیشه، دلش نمیاد بهت دست بزنه. به خود این پسر خیلی دوستت داره. این چه جور دوست داشتنیه؟ خوب دلش نمیاد اگه میومد چی کار میکرد؟ میران برای من تموم شدی. تو هم همش ازش دفاع نکن. من حتی نمیخوام ریختشو ببینم. عزیزم، چرا خودخوری میکنی و تو دلت نگه میداری؟ خب حالا که فهمیدی طرف متأهله، چرا تو صورتش نمیگی و ازش جواب نمیخوای؟ چه اهمیتی داره؟ این انگشترم که در نمیاد. کجا داری میری؟ میرا، برو دیگه. یا با تو میرم یا نمیرم. دیگه دارم دیوونه میشم. تو کی باشی که بخوای ریحانو ببری؟ تو هم برو، جفتتون برین تنها بذارین، میخوام یه نفس راحت بکشم. من یه بار تو رو تنهات گذاشتم، اون دفعه هم این اومد تو رو برد. دیگه تنهات نمیذارم. من اون شب هم تو رو از دست دادم، هم کم مونده بود گنول بمیره. گنول چه شد؟ چاقو خورد، گفت کاره تو بوده. گنول چاقو خورده؟ کار منم بوده؟ تو هم اومدی به من میگی که تو کردی؟ نه ریحان، من شما اصلا به یه خانوادگی دروغگویی؟ دروغا تموم نمیشه میران، تموم نمیشه. متاسفم برات، تازه اومدی میگی تو بهش چاقو زدی؟ دیگه نمیتونم، نمیتونم خودمو نگه دارم. احمق اومده اینجا تازه؟ بابا، ای وای، آقا خزر، مردی که تو اینجا شکار میکنی، تو اینجا چه غلطی میکنی؟ اومدم ریحانو ببرم. خجالتم نمیکشی میگی اومدم ریحانو ببرم؟ تو کی هستی؟ تو چه نسبتی باهاش داری که اومدی ببریش؟ امو ولش کنی، این بیشتر فرض شد. بابا تو اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ من اومدم با ریحان حرف بزنم. من دخترم از دست شما فراری میدم، شما مثل کنه چسبیدین بهش، ولش نمیکنی. میخوای منو دیوونه کنی؟ ریحانو به من سپردی، منم خواستم از امانتت. اون دوران امانتی که تموم شد. من بهت بگم اولا چیه؟ ببین، درست اینجاست، دقیقا اینجا. پدر و مادر بچه هاشونو توی قلبشون نگه میدارن، چون تمیزترین و معتمدترین و درستترین جای دنیاست. بعدش بچهشونو به کسی امانت میدن که اونا تو قلبشون نگه داره. من دخترمو با لباس عروس سفیدش به تو سپرده بودم تا توی قلبت نگهش داری، همیشه ازش محافظت کنی و دوستش داشته باشی. ولی تو دخترمو داغور کردی، جگرمونو کندی، گذاشتی کف دستمون، دلمونو سوزوندی. هنوز دلت خنک نشده؟ مردی که تو کی میخوای دست برداری؟ کی؟ داری با آتیش بازی میکنی میران اسلام بی، با آتیش. دیگه صبرم تموم شده، دیگه نباید نزدیکش بشی، نباید به خانوادم کاری داشته باشی. دخترم از اینجا میریم، ممنون پدر بزرگ، ممنون ننه جون.
همه جون ممنون. شرمنده، ممنونم. وسایلمون. داداش رضا میاد میگیره، بیا بریم ملکه. بابام هیچ وقت نتونست منو تو قلبش نگه داره. نتونست. من نمیدونم یه بابا چطوری بچهشو دوست داره، چطوری میتونه ازش محافظت کنه. مقصرشم توی خزر شادخلو. من نه مادرمو نه بابامو شناختم. حالا به هم بگو قلب کدوممون بیشتر از سنگه؟ بگو. دخترم شما برین توی ماشین، تو هم. حقیقت رو بهت گفتم، ولی اگه بازم میخوای ازم متنفر باشی، متنفر باش، چون من ازت متنفرم. تو بعد از این دشمن جونی منی، میران اصلان بی. اصلان فراموش نکن. دیگه هیچ وقت نزدیک دختر من نمیشی. دخترم خوبی دیگه؟ اون بیشرف که قبل من بلایی سرت نیاورد. خوبم بابا، نگران نباش. مادر بزرگ و پدر بزرگ ملکه هم کل شب کنارم بودن. به تو هم میخوام ایچی نگم، ولی نمیتونم. ما دخترمونو میسپاریم به تو، میفرستیم روستاد. تو به ما یه خبر نمیدی که میران از دیشب اونجا ساره؟ آقا برای این که نگران نشینه. بابا ملکه از دست پاچگی مونده بود، چی کار کنه؟ بسته دیگه، چیزی نیست که بترسی. آقا ببخشید، اولش که آقا میران اومد ما هم ترسیدیم، ولی وقتی ریحان و عقرب نیست تا صبح بالا سرش بود. قهرمان اعلامش کنم ها؟ آخه چه آقایی؟ بخوره تو سرش، مثل راهزن به خونه میزنه. همش برمیگردیم سر خونه اولمون، اینطوری خلاص نمیشیم. حواس برام نموند. بیا دخترم زنگ بزن مامانت، بهش بگو حالمون خوبه، حتما نگران شده. به مامانت بگو همه چیو حاضر کنه، دیگه نمیذارم با این مردک روبرو بشی. تا برسیم امارت مادرتو گل و بر میتاریم و از اینجا میریم. اون مرد شوهر من نیست. چی میگی؟ دخترم مگه ازدواج نکردی؟ بلکه گفت برات عروسی گرفتم. عروسی سوری بود. طاقت بیار ریحان، خوب میشی. من طاقت یه ذره در کشیدنیتم ندارم. خواهش میکنم. برای سرم یا تقصیر توه. نمیتونی بری. من کار بدی نکردم. ولش نمیکنم. دست بر نمیدارم. حقیقت رو بهت گفتم، ولی اگه بازم میخوای ازم متنفر باشی، متنفر باش، چون من ازت متنفرم. تو بعد از این دشمن جونی منی، میران اصلان بی. اصلا فراموش نکن.
دیگه هیچ وقت نزدیک دخترم نمیشی. شما اصلا به یه خانوادگی دروغ گویی؟ دروغا تموم نمیشه، میرا تموم نمیشه. متاسفم برات، تازه اومدی میگی تو بهش شاهو زدی؟ گونول، گونول، تمومه، کار تمومه. ریان دخترم، مامانی، ای خدای شکرت. وای آزاد، تو چی کار کردی؟ خوش اومدی عزیزم. دلت برام تنگ شد؟ مگه میشه نشه؟ تو مثل دست و پام میمونی ملکم. وای اومدی آبزی، بازم اومدی، شیطونی به درد خورد. آبزی ما میران آورد بابا جون. نه گلم، من آوردمش. من خیلی بد نکردم بابایی، از هم عصبانی؟ نه عزیز دلم، نیستم. ولی تو هم دیگه سر خود کاری نمی کنی، باشه؟ با میرانم حرف نمی زنی. دختره رو باز برای چی آوردی؟ خیلی دعا کردم که اینقدر قشنگ هم دیگه رو بغل کنیم. ممنونم خودشونم. دیگه همش همینطوری تو بغل همین عزیزم، همیشه بغل همین. حاضری زهرا؟ آقا خزر، تو یه دقیقه با هم بیا. مامان چی شده؟ باز اینجایی؟ کی از دستت خلاص میشیم؟ آقا جون، آقا جون، بازم ترسنک نشه، آبزیمو فراری نده. گل خانوم، تو عقب وایسا ببینم. بلایی که سرمون آوردی کافی نبود. این کارو نکن. آزاد، آزاد برو کنار. چند بار دیگه باید این دختر را وسط حیات خونم ببینم؟ نمیخوامش. خودم هم میخوام برم، نگران نباش، تو خونت نمیمونم. وای بابا، زهرا برای چی دست دست میکنی؟ چه خبره؟ نمیتونیم بریم آقا خزر، نمیتونیم از این خونه بریم بیرون. قبلا هم سعی کردم بهت بگم، اگه بریم ریحانو از دست میدیم. برای چی؟ بابام حرفی مونده که به ریحان نزده باشه؟ خب دخترم دیگه حرف نمیشنوه، چرا اینطوری میگی؟ آقا ناسوح گفت اگه خزر بره به ریحان میگم که دختر تنیه اون نیست. نه، تا این حد پیش نمیره. دیگه این کارو نمیتونی بکنی بابا، نه نمیتونی. تازه تو روی بنام وای میسه، کجا میری؟ آقا جون ول کن. پسرم تو ول کن، همین دختره رو، همین قضیه رو. دخترم رو ول کن بابا، من آوردمش، خودم میبرمش، دیگه بهش دست نمیزنی. همین الان باید حرف بزنی. میدونی من چی میگم خزر؟ جریان چیه بابا؟ دخترم الان هیچی ازم نپرس، یکم دیگه از اینجا میریم، چهار تایی میریم. مامان، تو چجوری ما رو تهدید میکنی؟ چجوری؟ من کسی رو تهدید نکردم،
گفتم اگه بخواین از اینجا برین، جلوی همه میگم ریحان بچه یه تنی نیست و میگم چطور با دروغ بزرگش کردین. این کارم میکنم خزر، خودتم میدونی. نمیتونی بابا، تا این حدشو نمیتونی. میکنم. کسی که منو از اولادم دور کنه، منم از اولادش دورش میکنم. آخه دوست داشتن اولاد یعنی این که حتی اگه ازت دور باشم بدونی حالش خوب و خوشبخته برات کافی باشه، نه این که بگی کنارم باشه برای روزی صد بار بمیره. تو چرا این کار با من میکنی بابا؟ تو اصلا پسرتو نمیشناسی. فکر میکنی با این تهدید پسرتو از دست ندادی؟ تو با نشونه گرفتن قلبم منو از دست دادی. تو بابامو از قلبم کندی و انداختی دور، انداختی دور. فکر میکنی دست و بالمو بستی ولی نمیتونی جلومو بگیری، نمیتونی مانعم بشی. با وجود تو خانوادمو برمیدارم و از اینجا میذارم میرم. خزار بس دیگه از دست من ناراحت نشو. ریحان بابا، ریحان بابا نکن. ریحان بابا، بابات میخواد یه چیزی بهت بگه. بابا چه خبره؟ بابا طوری شده بگو دیگه. دخترم من بیشتر از چشمای خودم هوا تو داشتم. گاهی حتی دلم نمی اومد به اون صورت زیبات نگاه کنم. همش فکر کردم که چطور دوستت داشته باشم و برای چی کار کنم که از ته دلت خوشحالت کنی. وقتی به دنیا اومدی مادر تو رو داد دستم. تو اونقدر دلم رو متحول کردی که ریحان نتونستم نفس بکشم. گفتم خزر نفس بکش، نفس بکش که برای ریحانم نفس بشی. به خاطر اون زندگی کن. بعد از اینم همیشه همین طوریه، میدونی دیگه دخترم. معلومه که میدونم بابا. اگه من هنوز سر پام به لطف نفسیه که تو به هم دادی، میدونم که وقتی بغلت کنم برای یه لحظه‌ام که شده همه چی تموم میشه، میتونم نفس بکشم. من فقط به خاطر شما ناراحتم، به خاطر همین میخوام بریم همه با هم. نمیریم دخترم، اینجا میمونیم، باید اینجا بمونیم. ولی گفته بودین میری. ماما تا تو اینجایی کسی آرامش نداره. گم شو برو دیگه. گفتم نمیریم دیگه، نمیریم. بابا از این به بعد همه بدونن که توی این امارت هیچ کس در مورد خونواده‌ام حتی یک کلمه هم نباید حرف بزنه. خوبی و بدی هر کی برای خودشه. جهان تو هم دیگه باید خانوادتو از ما دور نگه داری. کسی پاپیچه ریحان نمیشه. اگه فقط یه قطره عشق از چشم ریحانم بریزه، همه تون با من طرفین. فهمیدی؟ دیگه از جونم سیر شدم، سیر شدم. ماما
مامان واقعا میمونیم؟ میمونیم دخترم، ولی فعلا چیزی نپرس تو رو خدا. تعمالش سخته، نمیتونم تعمال کنم. آقا خزر، قربونت برم، وایسا. خیلی سخته تعمالش، بهم بر میخوره. من که توی زندگی چیز زیادی نخواستم. وقتی دلم آتیش گرفته بود و میسوخت، وقتی حتی نمیخواستم زنده بمونم، ریحان اومد، اونقدری وجودم رو پر کرد که من فقط گفتم توریم نشه، من توریم نشه تا کسی نتونه به تو بدی بکنه زهرا. عرضشو نداشتم. آقا خزر، از پسش بر نیومدم. من نتونستم از پس پدر بودم بر بیام زهرا، نتونستم بر بیام. نگو آقا خزر، تو این دنیا همه پدر میکنن، ولی فقط آدمایی مثل تو حقشو ادا میکنن. دل تو پناهگاه ماه، نه این امارت. تو فقط سلامت باش، ما هیچیمون نمیشه. من چی کار کنم زهرا؟ ببخشید، میخواین انگشت رو اینجا ول کنی؟ بندازش دور. اگه پشیمون شی چی؟ گنول ایداده بیداد، باز یه چیزی شده. میران چی شده؟ نه یا جلو. باز چه خبره؟ میران؟ چی شده؟ خوش اومدی؟ میران چی کار میکنی؟ الان نشونت میدم چی شده؟ میران چی کار میکنی؟ دفش بایستا! زنم او! میران! چی شد؟ وقتی خودت رو زخمی کردیم اینجوری چشات میترسید؟ ها؟ یا فکر میکردی پیروز شدی؟ بگو دیگه! خیلی کنشابم بدونم! چی کار میکنی میران؟ چه حسی داشتی؟ تعریف کن چه حسی داشتی؟ میران! میران بلم داری چی کار میکنی؟ جبسته میشه بگو. میران قصب میخورم، من کاری نکردم. خفشو منو دیوونه نکن، دروغ نگو. من بهت گفتم، گفتم یه کاسه زیر نیم کاسه است. حرفای دختری شدقلو باور میکنی ولی حرف منو باور نمیکنی. آره اصلا اسم ریحانو بزن نگار. دخترمو بگم خلش کن برادم. من نمیتونم باور کنم. یه آدم چطوری میتونه اینقدر عقلش از دست داده باشه که خودش رو زخمی کنه؟ ها؟ تو دیوونه شدی؟ منو ببین میران، اجازه نمیدم بلایی که سر مادرت اومد سر دخترم بیاری. شنیدی چی گفتم؟ اجازه نمیدم کارایی که بابات با مادرت کرد و تو با دخترم بکنی. این چی میگه؟ مزخرف میگه دیگه میر. مامان بزرگ این چی میگه؟
مثل همیشه داره مزخرف میگه، تو به حرفاش توجه نکن. بسه، همه تون دروغگویین. آره ولم کن، همه تون دست به ایشی کردین منو دیوونه کنین. من نمیفهمم تون، نمیتونم بفهمم تون. میران فرهاد برو دنبالش، بودو. میران من اصلا حالم خوب نیست، اصلا حالم خوب نیست، انگار الان تهیه باطلاق گیر کردم و هرچقدر سعی میکنم یه چیزایی درست کنم باز یکی منو میکشه پایین. راسته میران، زیاد از حد عصبی. انگار دارم گم میشم فرهاد، دارم گم میشم، دیگه نمیدونم کدومشون حقیقته کدومشون راسته. دیگه چه دروغایی میخواییم به هم بگین؟ دیگه چه دروغایی میخواییم به هم بگین؟ باشه داداش آروم باش، باشه بیا بیا قربونت برم، بذار اوضاع یکم آروم بشه تو هم آروم بشه، بعدش هرچی خواستی حرف بزنی. بیا عزیز دلم تموم شد دیگه، آروم باش آروم باش، همچین چیزی نمیشه، این کارا به همین سادگی ها نیست. طلاقم میده، میره پیش اون دختره و منو ول میکنه. سلطان بیا اینجا. دخترمو اینجوری ول نمیکنم. سلطان گفتم بیا اینجا. کریمان بگیرش. باش بیا گونیر خانم. آروم من در رو باز کنم. باش عزیزم میده. وایسا، اون روزا گذشته عزیز خانم، دیگه نمیتونی. تو از جونت سیر شدی که به میران از مادرش میگی؟ ببین تو وقتی بحث انتقام بچت وسطه چه بلاهایی سر بقیه میاری. فقط تو بلد نیستی که مادری بکنی. من اگه بحث بچم باشه هیچکیو نمیشناسم، بچه منو داغون کردی. دیگه بدون من ساکت نمیمونم. تو بی خونه و آشیونه شدم، تازه تو چشم نگاه میکنی و به هم دروغ میگی؟ ریحان خانوم هر جور شده برمیگردی امارت ها، عاشق عزم و ارادتم. انگشترتان که باز انداختی، واقعا که میخوای انگشتر یه آدم متأهل رو دستت کنی؟ تو اینقدر ذلیل و بی‌غروری، حالا این مسئله ای نیست، ولی داری به برادرم توهین میکنی. میدونی ریحان مستحق تمام بلاهایی که سرت اومد هستی، واسه همین برات ناراحت نیستم. برو بیرون وگرنه برات گرون تموم میشه. وای خیلی ترسیدم، داشتم میرفتم، از قیافه نحست خوشم نمیاد. برو پس. در بیا دیگه. اشتباه برداشت کرد، واسه همین با من نیومد، مجبور شد با باباش بره. باید باهاش حرف بزنم، بگم بهش شک نکردم. تو رو خدا مسخره بازی در نیار، هر بار خواستی که نمیتونی بری در خونه شادقلوها. فکرتی یه انگشتر ارزشی داره؟ همه چی آتیش زدی، میخوای با یه انگشتر خاموشش کنی؟ که وقتی تو انگشتم جلو چشمم باشی یادت بیارم؟ همه چی تو امارت به هم ریخته، تو میخوای بری بری؟ بفرم تموم شد، از زندگیم برو بیرون. میرم
میران تو رو خدا. این وقت روز یکی میبینه میران. باید باهاش حرف بزنم. انگشتریه که براش خریدم انداخته تو کوچه. میدونی این یعنی چی فرهاد؟ میرم بس کن دیگه، ول کن، بیا بریم سر خودمونو جهنم کنیم. چی داری میگی پسر؟ من داغونم فرهاد، اینجا نمیرم. اینجا منتظر میمونم تا ریحان از این در بیاد بیرون. دیگه با سوء تفاهم نمیشه، حرفامونو میزنیم. تو دیگه رسمن از کنترل خارج شدی. باشه منتظر میمونیم، برای نه اینجا. اینجا جلوی در بیا بری. بیا اون طرف منتظر باشی. انگشتر انداخته دور پسر.